بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می خدمت همه شما مخاطبین عزیز من محمد جواد مراتی هستم کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک و با دوره شبیه سازی برخورد دینامیکی در نرم افزار مطلب در خدمت شما هستم این آموزش برای فرادرس تهیه شده و امیدوارم که بتونه برای شما مفید باشه ما توی این آموزش هدف اصلیمون اینه که بتونیم با نحوه پیاده سازی یک مسئله واقعی در نرم افزار مطلب آشنا بشیم. البته کیسی که ما توی این آموزش انتخاب کردیم بحث ضربه و برخورد هست و ما میایم برخورد دو تا گلوله رو شبیه سازی میکنیم ولی خب با توجه به تجربه ای که ما در این دوره به دست خواهیم آورد میتونیم بیایم و سایر مسائلی که در بحث دینامیک وجود داره رو هم توی این نرم افزار مطلب شبیه سازی بکنیم و البته هر کدوم مسائلی که بخوایم شبیه سازی بکنیم ابزارهای خاص خودش رو هم نیاز داره ولی به عنوان یک تجربه اولیه برای استفاده کاربردی از نرم افزار مطلب این دوره خیلی میتونه مفید باشه پس میشه به این دوره به عنوان یک آموزش پروژه محور هم نگاه کرد که تعدادی از دستوراتی که ما در مطلب بلد هستیم رو میایم در قالب یک پروژه به کار میگیریم تا با کارکرد هر کدوم از این ابزارها بتونیم بهتر آشنا بشیم ما توی فصل اول همونطور که میبینید به مفاهیم اولیه ضربه و برخورد میپردازیم در واقع میایم و به صورت خیلی مختصر و صرفا برای مرور این تئوری ها رو با همدیگه مرور میکنیم تا بتونیم در نرم افزار هم از استفاده بکنیم احتمالا خیلی از شما با این تهوری ها و این قوانین آشنایی دارید ولی صرفا من اینجا خیلی مختصر یک مروری روی اونها انجام میدم توی بخش اول هم میخوایم قوانین اندازه حرکت خطی و ضربه رو با همدیگه مرور بکنیم خب ما میدونیم که برایند نیروهایی که بر یک جسم وارد میشه برابر ام هست همونطور که اینجا میبینید ما ام رو برابر ام وی دات نوشتیم چون همونطور که میدونیم مشتق سرعت برابر شتاب است پس من اینجا به جای A V دات رو قرار دادم زیگما F شده مساوی M V دات و چون M توی این مسائل فرضمون هستش که ثابته و جرم متغیر نداریم میتونیم M رو هم بیاریم داخل مشتق و به این صورت زیگما F رو بنویسیم زیگما F میشه مشتق M خب MV همونطور که میدونستیم برابر G بود برابر اندازه حرکت خطی بود پس میشه این فرمول رو به این صورت هم نوشت که زیگما F مساوی G دات این فرمولی که اینجا ما داریم رو میتونیم در راستاهای مختلف هم گسترش بدیم. الان من اومدم در راستای X این فرمول رو تکرار کردم زیگما FX مساوی G دات X یعنی همه نیروهایی که در راستای X وارد میشه اگر برایندش رو بگیریم برابر مشتق اندازه حرکت خطی در راستای X خواهد بود به همین صورت برای راستاهای Y و Z زیگما F Y میشه جی دات Y و زیگما F Z میشه جی دات Z پس این فرمول رو ما در راستاهای مختلف هم اومدیم بست دادیم خب اگر که من بیام از این فرمول انتگرال بگیرم چه اتفاقی میفته؟ من انتگرال میگیرم از دو طرف این فرمولی که دارم در سمت چپ خب مشخصه این زیگما اف میره داخل انتگرال یا دی تی داریم و زمانمون هم از تی 1 هست تا تی 2 حالا این تی و تی 2 میتونه هر زمانی باشه که بعدا بحثش رو انجام و در سمت راست هم من از این جی دات اگر مشتق بگیرم خب میشه جی و چون که در انتهای بازی یعنی زمان تی دو من جیم برابر جی دو هست و در ابتدای باز جی یک بوده یه همچین عبارتی اینجا به دست میاد یعنی میشه جی دو من جی یک که این رو به صورت دلتا جی هم میتونیم اینجا بنویسیم پس به صورت کلی نتیجه گرفتیم که با انتگرال گیری به این رابطه میرسیم انتگرال زیگما اف میشه مساوی دلتا جی و اگر به یک صورت دیگه این رو بنویسیم ببینیم که یه همچین عبارتی به دست میاد کافیه که جی رو از این ور تساوی ببرم سمت چپ g1 به علاوه کل این انتگرال مساوی g2 میشه. اینجا این نتیجه مهم میگیریم. اگر که اندازه حرکت خطی قرار باشه عوض بشه باید این انتگرال یک عددی غیر از صفر بشه. اگر این انتگرال حاصلش صفر باشه حالا به هر دلیلی ممکنه که زیگما اف در یک جاهایی مثبت باشه در یک جاهایی منفی باشه و در کل این بازه خونسا بشه یا اینکه کلا اف نداشته باشیم نیروی وارد نشه در این صورت این انتگرال صفر میشه و g1 مساوی g2 میشه و اندازه حرکت خطی ما در طول این بازه زمانی تغییری پیدا نمیکنه. خب من میام همون چیزی که به دست آوردم رو در سه راستا می نویسم راستای x، راستای y و راستای z و به جای g هم همون mv رو میذارم. پس مثلا توی راستای x میتونیم داشته باشیم که mv1x ایک یعنی v1 در راستای X اون معلفه ای از v که در راستای X قرار داره، به علاوه انتگرال زیگما افی که در راستای X هست میشه MV2ی که در راستای X هست. پس میتونیم این عبارت رو برای هر کدوم از راستاهای X و Y و Z به صورت جداگانه بنویسیم. اما برای این بخش انتگرالی ماجرا که زیگما F داخلش قرار داره ما میتونیم از نمودار استفاده کنیم مثلا فرض کنید که یک همچین افی داریم نیروی ما در طول زمان به این صورت تغییر پیدا میکنه مثلا حالا چند تا نمونه هم از مقدار نیرومون داشتیم اینجا اومدیم یک منحنی ازش عبور دادیم و حالا میتونیم در طول بازه زمانی t1 تا t2 بیایم و انتگرال این منحنی رو محاسبه بکنیم و در این فرمول ازش استفاده بکنیم پس یکی از راه های استفاده از این فرمول اینه که ما بیایم اندازه ای انتگرال رو حالا به هر طریقی محاسبه بکنیم یا از طریق نمودار یا از طریق اگر فرمولی داشت اف ما یا از هر طریق دیگه ای. حالا من یک نکته ای هم اینجا خدمت شما عرض بکنم اگر که این تی یک تا T2 این بازه زمانی خیلی کوتاه بشه و این اندازه اف زیاد بشه ما به یک ضربه نزدیک میشیم یعنی اندازه نیروی زیادی که در یک بازه زمانی کم داره وارد میشه پس یک ضربه میتونه باعث بشه که اندازه حرکت خطی ما از mv1 به mv2 برسه. خب ما توی این قسمت با قوانین اندازه حرکت خطی و ضربه یک آشنایی مختصری پیدا کردیم و البته یک مروری بر اونها انجام دادیم تا در قسمت‌های بعدی به بحث برخورد و ایمپکت بپردازیم. به نام خدا. خب حالا میریم سراغ بحث برخورد و به عنوان گام اول برخورد مستقیم مرکزی رو در نظر میگیریم که نسبت به حالت های دیگه برخورد تئوری های ساده تری داره و راحت تر میشه اون رو بررسی کرد. خب شما این دوتا گلوله رو در نظر داشته باشید یکیش جرم M1 داره یکیش جرم M2 داره. اینا دارن در یک خط مستقیم در راستای همدیگه حرکت میکنن. جرم اول و گلوله اول سرعت V1 داره و جرم دوم و گلوله دوم سرعت v دو داره. همونطور که میبینید یک شرط هم اینجا گذاشته شده که V1 از v دو بزرگتر باشه. چرا؟ چون که بالاخره M1 باید به M2 برسه که برخورد انجام بشه. این تصادفی که بین گلوله ها باید انجام بشه شرطش همین هست. اصلا برخورد چی هست؟ اجازه بدید اول این رو شرح بدید. برخورد یا ایمپکت همون تصادف بین دو جسم هست که باعث میشه در زمان کوتاهی یک نیروی تماسی نسبتاً بزرگی بین دو تا گلوله ایجاد بشه. حالا اینکه اندازه این نیرو چقدر باشه طبیعتاً به سرعت هر کدوم از گلوله ها قبل از این برخورد بستگی داره. وقتی که برخورد انجام میشه ممکنه که در ماده ها تغییر شکل انجام بشه یعنی ما این دوتا گلوله که اینجا وجود دارن رو صلح در نظر نمیگیریم میتونن تغییر شکل داشته باشن این تغییر شکل میتونه دائمی باشه یا اینکه بعد از برخورد به حالت اولیه بازگردن این بستگی به شدت برخورد و البته جنس هر کدوم از گلوله ها داره که چقدر الاستیک هستند و میتونن به حالت اولیه برگردن ما در طول برخورد تغییر شکل ماده داریم تولید گرما داریم به خاطر این برخوردی که اتفاق میفته و همچنین تولید صدا هم داریم و در نتیجه یک اطلاف انرژی هم خواهیم داشت که حالا در ادامه یک مقدار بیشتر هم بحث خواهیم کرد اما اینجا چیزی که داریم بررسی کنیم برخورد مستقیم مرکزی هست یعنی چی یعنی اگر ما بیایم مرکز هر کدوم از این دو تا گلوله رو به همدیگه متصل بکنیم یک خط ازش رسم بکنیم راستای حرکت هر کدوم از این گلوله ها دقیقاً در راستای همون خط هست پس این شد برخورد مستقیم مرکزی حالا این سه تا رو در نظر بگیرید سه تا حالت هست این حالت اول حالت قبل از برخورد رو داره نشون میده که همونطور که عرض کردم این گلوله اول با سرعت V1 و گلوله دوم با سرعت V2 دارن حرکت میکنن و اندازه V1 از V2 بزرگتر هست بعد از یک مدت M1 میرسه به M2 به این گلوله برخورد میکنه و اینها به این صورت به همدیگه برخورد میکنن و شروع میکنن به تغییر شکل در طول زمانی که اینا دارن تغییر شکل میدن خب با یک سرعت V سفری دارن حرکت میکنن هر, می هر چند این زمانی که این دوتا به هم متصل هستند و با یک سرعت یکسان دارن حرکت میکنن زمان بسیار کوتاهی هست در بازه زمانی که این برخورد داره انجام میشه تغییر شکل به صورت مداوم انجام میشه و افزایش پیدا میکنه یعنی ابتدا اینا به هم دیگه برخورد میکنن تغییر شکل میدن و همینطور این تغییر شکل زیاد و زیادتر میشه تا اینکه به یک حالت انتهایی و حدی برسه از اونجا به بعد دیگه تغییر شکل انجام نمیشه و دوتا گلوله برمیگردن به حالت قبلی خودشون یعنی از همدیگه به تدریج فاصله میگیرن وقتی اینا از همدیگه فاصله میگیرن به تدریج اون سطح تماسی که بین اونها ایجاد شده بود کاهش پیدا میکنه و ما به این دوره فاصله گرفتن دوره بازگشت میده حالا این بحث دوره بازگشت و دوره تغییر شکل رو در اسلایت های بعدی مفصل تر بررسی خواهیم کرد در شکل پایینی قسمت سوم حالت بعد از برخورد رو شما مشاهده می کنید که تو این حالت دوتا جسم دارن به در واقع مسیر خودشون ادامه میدن با سرعت های متفاوت ببینید سرعت گلوله دوم شده وی پریم دو و سرعت گلوله اول شده وی پریم یک که همونطور که میبینید سرعت وی پریم دو از وی پریم یک بیشتر هست یعنی ام دو با سرعت بیشتری داره حرکت میکنه و در نتیجه بعد از یک برخورد دیگه ام یک به ام دو نمیرسه مسئله اصلی ما اینه که بتونیم وی پریم دو و وی پریم یک رو پیدا بکنیم یعنی سرعت ام یک و ام دو رو قبل از برخورد که میدونیم برابر وی یک و وی دو هست که وی یک هم بزرگتره حالا میخوایم بدونیم بعد از این برخورد این سرعت چه تغییری پیدا میکنه یه نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره اینه که نیرویی که بین این دوتا گلوله ها در طول تماس وجود داره اندازه مساوی و جهت مخالف داره در واقع اندازه نیرویی که M1 به M2 وارد میکنه با اندازه نیرویی که M2 به M1 وارد میکنه کاملا برابره اما جهت هاش مخالفه و همدیگر رو میتونن این دوتا خونسا بکنن چون اندازه مساوی و جهت مخالف دارن در نتیجه در طول این برخورد ما هیچ زیگما که بشه به عنوان یک نیروی خارجی بهش نگاه کرد نداریم نیروهای داخلی هم که همونطور که گفتم با همدیگه خونسا میشن در نتیجه اندازه ی حرکت خطی مجموع این سیستم قبل از برخورد و بعد از برخورد تغییری پیدا نمیکنه پس میتونیم این رابطه رو براش بنویسیم میتونیم بنویسیم m1v1 به اضافه m2v2 یعنی مجموع اندازه حرکت خطی دوتا گلوله قبل از برخورد مساوی m1 v1 پریم به اضافه m2 v2 پریم یعنی اندازه حرکت خطی مجموع این دوتا گلوله و کل سیستم بعد از برخورد این دوتا با همدیگه مساوی چونکه چون که همون که گفتم نیروهای داخلی ما با همدیگه خونسا میشن و نیروهای خارجی هم ناچیز فرض میشن در واقع ما نیروهای خارجی که ممکنه وجود داشته باشه مثل استکاک رو اینجا ناچیز فرض میکنیم و ازشون صرف نظر میکنیم البته ممکنه نیروهایی هم باشند ولی در مقایسه با اون نیروهای تماسی برخورد خیلی کوچیک باشند و بشه ازشون صرف نظر کرد این شد یکی از فرضهای ما صرف نظر از نیروهای خارجی اما یک فرض دیگه هم برای اینکه بتونیم این رابطه رو بنویسیم داریم و اون این هستش که هیچ تغییر قابل توجهی در موقعیت مرکز جرم این گلولهها در طول دوره برخورد سرعت نگیره این فرض رو هم انجام میدیم خب پس با توجه به فرض هایی که انجام دادیم ما به این رابطه در نهایت رسیدیم حالا همونطور که قبلا هم عرض کردم ما در مسئله برخورد به دنبال این هستیم که بتونیم سرعت های وی پریم یک و وی پریم دو رو به دست بیاریم یعنی سرعت دوتا گلوله بعد از برخورد چیزی که ما اینجا داریم صرفاً یک معادل است معادله که ما توش M1 رو داریم M2 رو داریم V1 و V2 رو هم داریم سرعت گلوله ها قبل از برخورد رو داریم اما V'1 1 و V'2 رو نداریم یعنی سرعت گلوله ها بعد از برخورد برای ما مشخص نیست و بعد اونها رو به دست بیاریم اما صرفاً اینجا یک معادله وجود داره و دو مجهول ما چطور بعد یک معادله دیگر رو هم به دست بیاریم تا بتونیم دو تا مجهول خودمون رو اندازش رو به دست بیاریم در ادامه با پارامتری به نام ضریب بازگشت آشنا میشیم که میتونه به ما کمک بکنه برای حل این معادلات. خب اما ضریب بازگشت چی هست؟ شما این دوتا لحظه رو در نظر بگیرید کل این تصویری که اینجا میبینیم برای زمان برخورد هست یعنی به قبل و بعد از اون ما اینجا کاری نداریم اینجا شکلی که میبینیم برای زمان برخورد هست ببینید هر دوتا گلوله هم اینجا تغییر شکل پیدا کردن و دیفرم شدن خب توی قسمت اول همونطور که اینجا هم مشاهده شده دوره تغییر شکل هست یعنی همون ابتدا که این دوتا گلوله به همدیگه برخورد کردن و دارن تغییر شکل میدن اصطلاحا دوره دیفورمیشن هست همونطور که میبینید با اف دی نمایش داده شده نیرویی که به ام 1 وارد میشه خب جهتش مشخص شده و نیرویی که به ام 2 وارد میشه هم جهتش مشخص شد همونطور که قبلا هم عرض کردم خدمتتون اندازه این نیرو برای هر دو تا گلوله یکسانه یعنی نیروی یکسانی بهشون وارد میشه ولی همونطور که مشخص هست جهتشون متفاوته این V1 و V2 هم سرعت قبل از برخورد این دو تا گلوله به هم دیگه هست خب ما فرض میکنیم که کل زمان برخورد ما از ثانیه صفر باشه تا ثانیه تی یعنی تی ثانیه رو اختصاص میدیم به زمان کل این برخورد از این تی ثانیه فرض میکنیم که از ثانیه صفر تا ثانیه تی صف مربوط هست به دوره تغییر شکل و دیفورمیشن بعد از ثانیه تی صف تا ثانیه تیوم که انتهای دوره برخورد ما هست رو اختصاص میدیم به دوره بازگشت یعنی ای که دو تا گلوله شروع میکنن از همدیگه فاصله گرفتن نیرویی که در طول این زمان یعنی زمان بازگشت به هر دو گلوله وارد میشه رو با اف آر نمایش میدیم. آر هم ابتدای کلمه ریستوریشن هست. همونطور که میبینید در این حالت هم نیرویی که به دوتا گلوله وارد میشه برابر هست. اندازش در واقع یکسان اف آر هست و جهت این نیرو باز هم برای هر دو گلوله فرق میکنه و باعث میشه که نیروی کلی که در این سیستم وجود داره خونسا باشه. خب پس تا اینجا با FD و FR آشنا شدیم. این FD و FR میتونن در طول زمان متغیر هم باشن. نیاز نیستش که حتما یک عدد ثابت باشن. ما میتونیم یه همچین رابطه ای رو اینجا داشته باشیم. یک پارامتر ای تعریف میکنیم که ضریب بازگشت هست اصطلاحاً و نسبت دو تا ضربه رو به همدیگه بررسی میکنه. ضربه اول در واقع ضربه ای که در صورت داریم ضربه ای هستش که در دوره بازگشت در بین دو تا گلوله وجود داره ببینید ضربه هم به همین صورت هست دیگه توی یک بازه زمانی کوتاه T0 تا T که خیلی بازه کمی هست یک نیروی FR داریم که انتگرالش رو در این دوره زمانی گرفتیم پس صورت این کسر شد اندازه ضربه در دوره بازگشت مخرج کسر چیه مخرج کسر اندازه ضربه در دوره دیفورمیشن و تغییر شکل هست که بازه زمانی مربوط به دیفورمیشن و تغییر شکل از ثانیه صفر تا ثانیه تی صفر هست و اندازه نیروی که ما اینجا داریم اف دی هست که البته میتونه با زمان هم تغییر بکنه حالا اگر که ما بیایم اندازه این انتگرال رو اینجا بنویسیم یه همچین فرمولی رو به دست خواهیم آورد خب اندازه ضربه ای که وارد میشه برابر هست با دلتا جی این رو ما توی قسمت های قبلی بررسی کردیم گفتیم که انتگرال زیگما اف برابر دلتا جی هست حالا دلتا جی اینجا چیه ما برای اینکه دلتا جی رو به دست بیاریم باید ببینیم که چقدر تغییر سرعت اتفاق افتاده اول جسم ام 2 رو میذاریم کنار فعلا در نظر نمیگیریم صرفا برای گلوله M1 این روابط رو مینویسیم. خب M1 قبل از برخورد داشته با سرعت V1 می اومده و بعد رسیده به سرعت V0 یعنی اون سرعتی که در طول یک زمان بسیار کوتاه دو تا گلوله همزمان با همدیگه با یک سرعت حرکت میکنن پس این رو حالا توی مخرجی کسب بعد بنویسیم چون مربوط میشه به دوره تغییر شکل میشه M1 ضرب منفی V0 منهای منفی V1 این منفی که اینجا ضرب شده به خاطر جهت این نیروی هستش که اینجا داره وارد میشه به سمت چپ هست ما سمت راست رو مثبت گرفتیم به همین خاطر یک منفی اینجا خواهیم داشت در قسمت بالایی هم باز همین کارو میکنیم ولی برای دوره بازگشت تو دوره بازگشت ما ابتدای دوره گلوله با سرعت وی 0 حرکت میکرد در انتها بعد از اینکه دو تا گلوله کاملا از هم جدا شدن با سرعت ویپریم یک حرکت میکنه پس میتونیم این رابطه رو هم اینجا بنویسیم در نهایت وقتی که M1 رو ساده بکنیم از صورت و مخرج یه همچین رابطه ای به دست می. این رو میتونیم برای M2 هم دقیقا بنویسیم. حالا اینجا دیگه اون منفی هم ضرب نمیشه اگر که اینجا رو خوب متوجه نشدید واسه حالت قبلی تو حالت دوم میتونید خوب متوجه بشید. برای گلوله دوم اگر بنویسیم میتونیم بنویسیم M2 سرعت نهاییش بعد از دوره بازگشت در انتهای دوره بازگشت V' دو بوده سرعت ابتدایش توی دوره بازگشت وی بوده پس این رو به این صورت می نویسیم در مخرج هم باید دوره تغییر شکل رو در نظر بگیریم در انتهای دوره تغییر شکل گلوله M2 با سرعت وی حرکت می کرده در ابتداش با سرعت وی دو داشته حرکت می کرده قبل از اینکه برخورد انجام بشه و در نتیجه اینجا ضربه ای که وجود داره برابر ام دو ضرب در وی صفر منهای V2 هست حالا از اینجا هم اگر ام 2 رو از صورت و مخرج ساده بکنیم یه همچین رابطه ای به دست میاد. پس ما اومدیم برای گلوله های ام 1 و ام 2 ضریب بازگشت رو به صورت جداگانه محاسبه کردیم. روابطی که ما به دست آوردیم به این صورت هست تو اسلاید قبلی به دست آوردیم این روابط رو یک نکته ای که اینجا هست اینه که وی 0 توی هر دوتا معادله وجود داره در واقع این معادلاتی که ما اینجا داریم یک ای داره پارامتر ای داره که در دو حالت برابر هست اینو در نظر داشته باشید حتما ای هم برای ام یک هم برای M2 یک عدد ثابت هست چون به هر دو تا گلوله وابسته است اندازه ای خب ما اینجا یک ای داریم وی صفر داریم وی پریم یک داریم وی یک داریم وی پریم دو داریم و وی دو داریم اگر که ما بتونیم وی صفر رو از اینجا حذف بکنیم از بین این دو تا معادله و پارامتر ای رو هم بدونیم اندازش رو مجهولات ما باز هم میشه همون وی پریم یک و وی پریم دو پس ما این وی صفر رو از اینجا حذف میکنیم کاری هم نداره حذف کردنش میتونیم توی یکی از معادلات وی صفر رو بر حسب سایر پارامترها به دست بیاریم و توی معادله دوم اون رو جایگذاری کنیم به این صورت وی صفر به راحتی حذف میشه از دو معادله در نهایت من دیگه محاسبات رو انجام نمیدم که وقت گرفته نشه V0 از این دوتا معادله حذف میشه و E ای به این صورت به دست میاد ای میشه اندازه V پریم دو منهای V پریم یک به V یک منهای V دو در واقع این چیزی که اینجا داریم میبینیم هستش سرعت نسبی جدا شدن به سرعت نسبی رسیدن به هم هر دوتاش هم همونطور که میبینید یک قدر مطلق هست برای همین این پارامتر ای ما یک عدد مثبت خواهد خب حالا یه اتفاق خیلی خوبی که اینجا میفته اینه که این معادله که برای ای به دست آوردیم به کمک معادله قبلی ما میاد تا بتونیم وی پریم یک و وی پریم دو رو به دست بیاریم توی معادله قبلی همونطور که گفتیم مشکل ما این بود که یک معادله داشتیم و دو مجهول وی پریم یک و وی پریم دو حالا توی این معادله جدید ما ای رو داریم وی یک و وی دو رو داریم باز هم وی پریم یک و وی پریم دو اینجا مجهول هستن به این ترتیب ما دو معادله و دو مجهول داریم و با دونستن سرعت دو گلوله قبل از برخورد و همچنین ضریب بازگشت بین دو گلوله ما میتونیم سرعت گلوله ها بعد از برخورد رو به دست بیاریم. خب ما تا اینجای کار بحث برخورد رو با هم دیگه یک مرور کردیم و اول هم پرداختیم به برخورد مستقیم مرکزی و بعد هم با ضریب بازگشت آشنا شدید. تو این قسمت میخوایم بپردازیم به برخورد مایل اما اینکه منظور از برخورد مایل چی هست رو الان متوجه میشیم به این شکلی که در اینجا قرار داره شما توجه بفرمایید برخلاف حالت قبلی که این دوتا گلوله کاملا در یک راستا حرکت میکردند در راستای خطی که مرکز اونها رو به همدیگه متصل میکرد حرکت میکردند و معادلاتش یه مقدار ساده تر بود تو این حالت نسبت به همدیگه یک زاویه ای دارن یعنی دیگه به صورت مستقیم به همدیگه برخورد نمی کنن. در حالت لحظه برخورد اگر که ما در نقطه برخورد یک خطی رو مماس بر هر دو گلوله اینجا رسم بکنیم میتونیم اسمش رو خط تی بذاریم خطی که مماس هست بر هر دو گلوله در لحظه برخورد در همون لحظه برخورد اگر خطی رو از دو تا مرکز گلوله ها عبور بدیم که از محل برخورد هم عبور بکنه اون رو اسمش رو میذاریم خط N یا راستای N که بر راستای T عمود هست محاسباتی که ما از این به بعد انجام میدیم در راستای T و راستای N هستش خب همونطور که توی تصویر هم مشاهده میکنید نسبت به این خط T این گلوله اول با یک زاویه تتا یک اومده و برخورد کرده و گلوله دوم با یک زاویه تتا دو اومده برخورد کرده که اندازه این تتا یک و تتا دو میتونه متفاوت باشه یعنی با زاویه های متفاوتی اینا با هم دیگه برخورد بکنن بعد از اینکه برخورد انجام شد باز هم هر کدوم اینها با یک زاویه متفاوتی از همدیگه فاصله میگیرن یکیشون با زاویه تتا یک نسبت به تی و یکی دیگه با زاویه تتا 2 دو نسبت به راستای تی از همدیگه فاصله میگیرن سرعت هر کدوم از این گلوله ها بعد از برخورد هم با سرعتشون قبل از برخورد میتونه متفاوت باشه الان اینجا وی پریم یک هست و اینجا وی پریم دو هست خب حالا بپردازیم به فرمول هایی که ما اینجا میتونیم داشته باشیم خب این تصاویری هم که اینجا مشاهده میکنید برای برخوردی هستش که در راستای قائم انجام میشه یعنی راستای n که اینجا یک نیروی به وجود میاد نیروی تماسی داریم که در بازه زمانی t هست تا زمان تی 0 دوره تغییر شکل هست و بعد از تی 0 دوره بازگشت هست. اولین فرمولی که ما در رابطه با این تصویر خواهیم داشت این فرمول هست. اگر راستای قائم و N رو در نظر بگیریم میتونیم با استفاده از فرضهایی که توی حالت برخورد مرکزی مستقیم هم داشتیم با استفاده از اونها بیایم این معادله رو بنویسیم. اونجا هم فرض کردیم نیروی خارجی بزرگی وارد نشه به دوتا گلوله مثلا فرض میکنیم که خیلی استکاکم نداریم در این راستا و همچنین در طول دوره برخورد موقعیت مرکز این جرم ها هم خیلی تغییر قابل توجهی نداشته باشه پس توی راستای قائم میتونیم این فرمول رو بنویسیم چی هستش؟ این فرمول به ما میگه که اندازه حرکت خطی مجموع این دو گلوله در راستای N قبل و بعد از برخورد یکسان هست یعنی این برخوردی که اینجا ایجاد شده به خاطر اینکه هیچ نیروی خارجی در راستای ان نداشتیم اندازه حرکت خطی قبل و بعد از برخورد برای کل سیستم یکسان هست اندازه حرکت خطی برای کل سیستم قبل از برخورد چی هستش هستش ام 1 ضرب در وی 1 که در راستای قائم هست یعنی مؤلفه این v 1 در راستای این ان بعد بیایم تصویرش کنیم روی این n m1 ضرب در v1 که در راستای n هست به اضافه m2 ضرب در v2 که در راستای n هست یعنی این v2 رو هم تصویر می‌کنیم روی این راستای n این مربوط میشه به قبل از برخورد حالا این عبارت برابر با مجموع اندازه حرکت خطی کل سیستم بعد از برخورد یعنی m1 ضرب در v' 1 در راستای n این v' 1 که اینجا داریم تصویرش میکنیم روی محور n به اضافه m2 ضرب v 2 در راستای n این v پریم 2 ای که اینجا داریم رو هم تصویر میکنیم روی محور قائم پس این یکی از معادلات ما میریم سراغ بعدی توی معادلات بعدی ما راستای t رو این بار در نظر میگیریم در راستای t با فرض اینکه هیچ استکاکی بین دوتا گلوله وجود نداره ما میتونیم بگیم که هیچ نیروی وارد نمیشه پس اندازه ی حرکت خطی در راستای تی برای هر کدوم از این گلوله ها در طول زمان برخورد و در قبل از برخورد و بعد از برخورد ثابت باقی میمونه. پس میتونیم بگیم که M1 زب در V1 که در راستای تی هست یعنی این V1 که اینجا وجود داره رو تصویر بکنیم روی این راستای تی M1 زب در V1 در راستای تی مساوی M1 زب در V' 1 در راستای تی مساوی m 1 زب در 1 در راستای T هست این ویبر پریم 1 رو تصویر بکنیم روی این راستای T. پس هیچ تغییری در اندازه حرکت خطی M1 در راستای T انجام نمیشه. به همین صورت برای M2. M2 ضبط در ویدیو در راستای T مساوی M2 ض پریم 2 در راستای t میشه که حالا این M1 M1 و M2m2 دو دو از دو طرف این تصاوی ها میتونه خط بخوره و ما خواهیم داشت که V1 T مساویه وی پریم و وی دو تی مساوی وی پریم دو نهایتا یک ضریب بازگشت هم باز در اینجا خواهیم داشت ببینید تو این دوتا معادله که اینجا داریم برای راستای تی هست ما نیاز به معادله اضافه نداریم چون که وی یک t که مشخصه اینجا میتونیم وی پریم یک تی رو به دست بیاریم چون مساوی v یک t هست اینجا میتونیم وی پریم دو تی رو به دست بیاریم اما برای اینکه وی پریم n ان و وی پریم ان رو از این بالا به دست بیاریم نیاز به یک معادله دیگه هست چون اینجا ما دو تا مجهول داریم اینجا این مجهول و این مجهول و تنها یک معادله داریم پس نیاز داریم که یک معادله دیگه هم داشته باشیم که بتونیم این دو تا مجهول رو هم به دست بیاریم معادله دیگه که اینجا ما داریم این فرمول مربوط به ضریب بازگشت هست که در راستای n باز هم برقراره دقیقا به همون صورتی که برای حالت برخورد مستقیم مرکزی ما این ای رو به دست آوردیم اینجا هم دقیقا به همون صورت به دست میاد و همون فرمول هم هست اگر این راستا رو ما راستای برخورد مستقیم مرکزی در نظر بگیریم راستای n رو دقیقا همین فرمول به دست میاد ای مساوی وی پریم دو n منهای وی پریم یک n به روی وی یک n منهای وی دو n. پس این هم از معادلاتی که در برخورد مایل خواهیم داشت. پس میتونیم با استفاده از این دوتا ای که اینجا داریم سرعت هر کدوم از گلوله ها در راستای تیر رو بعد از برخورد به دست بیاریم و با استفاده از این معادله اول و معادله انتهایی سرعت هر کدوم از گلوله ها در راستای اند بعد از برخورد رو به دست بیاریم. به این ترتیب اندازه وی پریم و وی پریم دو به دست میاد و با استفاده از این در واقع هایی که اینجا به دست آوردیم میتونیم بیایم تی پریم یک و تی پریم دو رو هم به دست بیاریم مثلا تانجانت تی پریم یک برابر نسبت وی پریم یک در راستای n به وی پریم یک در راستای تی خواهد همونطور که قبلا هم اشاره کردیم در هنگام برخورد دوتا گلوله به هم یا یک گلوله به هر جای دیگه ای یک اصلاف انرژی خواهیم داشت تو این قسمت میخوایم یک مرور خیلی خلاصه داشته باشیم به بحث انرژی که در هنگام برخورد تلف میشه سه تا عامل اصلی باعث میشن که در هنگام برخورد گلوله ها به هم انرژی ما تلف بشه اولین عامل تغییر شکل های موضعی و ایجاد گرما هست همونطور که گفتیم وقتی که دو تا گلوله به هم دیگه برخورد بکنن یک تغییر شکلی در اونها اتفاق میفته این تغییر شکل با توجه به جنسی که هر کدوم از گلوله ها میتونن داشته باشن میتونه متفاوت باشه زیاد و کم باشه و با توجه به جنس هر کدوم از گلوله ها و مقدار این تغییر شکل که حالا به سرعت گلوله ها قبل از برخورد هم بستگی داره انرژی که تلف میشه میتونه متفاوت باشه در واقع این تغییر شکل های موضعی یک گرمایی رو ایجاد میکنن و انرژی ما در قالب اون گرما تلف میشه علت دیگه ای که برای اطلاف انرژی میشه برشمرد ایجاد موجهای تنش الاستیک هست که بعد از برخورد دوتا گلوله به هم این تنش ها ایجاد میشه این موجها در طول دوتا گلوله حرکت میکنه و بعد هم ناپدید میشه و به این صورت انرژی در گلوله ها تلف میشه و عامل سوم هم ایجاد صدا هست طبیعتا وقتی که دوتا گلوله به هم دیگه برخورد میکنن یک صدایی ایجاد میشه خب اون صدا هم یک انرژی رو به هر حال تلف کرده و باعث شده که انرژی سیستم ما کاهش پیدا بکنه دقت داشته باشید که ما در واقعیت عملا نمیتونیم برخوردی داشته باشیم که مقدار اطلاف انرژیش دقیقا صفر باشه به هر حال یک مقداری انرژی تلف میشه اما وقتی که داریم بحث تئوری میکنیم ممکنه که بتونیم در حالتهای خاصی اون انرژی تلف شده رو تقریبا برابر با صفر در نظر بگیریم. خب ما همونطور که گفتیم ضریب بازگشت یا همون ای میتونه مقادیری بین صفر تا یک داشته باشه. کمترین مقداری که برای ای وجود داره صفر هست و بیشترین مقدارش یک هست. همونطور که گفتیم با توجه به این که در صورت و مخرج کسر مربوط به ضریب بازگشت ما قدر مطلق سرعت نسبی گلوله ها رو نسبت به هم قرار میدیم ای همیشه یک پارامتر مثبت هست ما نمیتونیم ضریب بازگشت منفی داشته باشیم و مقدارش هم بین صفر و یک خواهد بود حالا این صفر و یک چیه اصلا وقتی که ما تو این بازه هر کس میکنیم به سمت یک نزدیک میشیم یا به سمت صفر نزدیک میشیم منظور چی هست چه مفهومی داره ببینید وقتی که ما این مساوی صفر داشته باشیم یعنی برخوردمون کاملا پلاستیک بوده و بیشترین مقدار انرژی تلف شده همونطور که اینجا هم مشاهده می ای مساوی صفر به معنی برخورد کاملا پلاستیک و حد اکثر اطلاف انرژی هست که حالا تو شبیه سازی اگر خودتون بعدا با ما پیش بیاید و انجامش بدید می که وقتی ای رو صفر بذاریم اینا کاملا به هم دیگه می چسبن و بیشترین مقدار انرژی تلف میشه. اما حالتی که ای مساوی یک باشه چیزی که تو این باکس دوم می بینید. در این حالت برخورد کاملا الاستیکه و هیچ اطلاف انرژی هم نداریم که حالت کاملا ایدئال هست و ممکنه که در واقعیت نتونیم دقیقا به این عدد یک برسیم بین صفر و یک هم یک بازه ای از اعداد هست هرچی به صفر نزدیکتر بشیم برخورد ما به حالت پلاستیک نزدیکتر میشه و انرژی بیشتری رو هم تلف میکنه هر چقدر هم به مقدار یک نزدیک بشیم خب برخورد به حالت الاستیک نزدیکتر میشه اگر یک مقدار بخوام بیشتر مفهوم این موضوع رو باز بکنم بعد برگردیم به مفهومی که برای ضریب بازگشت و ای تعریف کردیم ما گفتیم که ای نسبت مقدار ضربه بازگشت و دوره بازگشت به مقدار ضربه دوران تغییر شکل هست پس وقتی که ای مساوی یک باشه به این معنی هستش که صورت با مخرج مساویه در واقع به این معنی هست که توانایی بازگشت دوتا گلوله وقتی به هم برخورد کردن برابر تمایلشون به تغییر شکل هست یعنی همون مقدار انرژی که در حالت تغییر شکل اینها داشتن رو ما بعد از برخورد داریم برای اینکه اینها از همدیگه جدا بشن پس انرژی در این دوره تلف نشده در حالی که توی برخورد کاملا الاستیک این مساوی صفر هست عملا انرژی برای دوره بازگشت باقی نمونده و دوتا گلوله انرژیشون رو در بیشترین حالت ممکن از دست دادن حالا اینجا یک نموداری وجود داره که برای چند تا از جنس های مختلف اومده و مقدار ای رو نشون داده این حالت حدی بالا حالت ای مساوی یک و کاملا الاستیک هست که اینجا گفتیم در همه حالت ها در همه سرعت های.